و اون دختر ایرانی که تو نجات میدی، من فهمیدم که خواهر همو محمد طه هاست. خواهر محمد طه هاست، بله. آره دیروز فهمیدم این قضیه رو. این عکس، بله. این عکس جهانی شد اصلا، خیلی از بله. تارنماهای جهانی همین عکس رو چاپ کردند. و الان حال این دختر گل ایران چطوره؟ حالش خوبه؟ خوبه. آره. گلوله‌ای که نخورده بود؟ نه، فقط بالای ابروش خورده بود، میخورده پاره شده بود، چیز سطحی بود. اما این که این دختر گل ایران خواهر همون شهید 4 ساله ماجراست، این جزء نکات غافل مانده از در واقع نگاه حالی بود. مادرشون هم تیر خورده بودن دون. جان؟ مادر محمد تا هم تیر خورده بود. مادرش هم تیر خورده؟ بله. خب به پاش تیر خورده. آیا تنها اعضای سالم همین دختر گل؟ اسم دختر خانم چیه؟ نمیدونی. و پدرشون هم چنین هم نظامی بود؟ بله نظامی، آقای اقدامی. آقای اقدامی عزیز. همون به پادگان شما مربوط هم؟ نه، اونا قرارگاه منطقه جنوب هم. اون لحظه که نمیشناختی که نه. کی؟ نمیشناختم. یه کوچولو ماجرا رو به اون میگی؟ یعنی اصلا چه اتفاق افتاد؟ چی دیدی؟ چی شد؟ من پشت جایگاه بودم، بعد که دیگه تیراندازی شد، چون کلن از پشت داشتم به ما تیراندازی میکردن، خودم رو رسوندم به جلوی جایگاه، جایی که رژه میزدن. بعد اونجا دیگه حالت سینخیز داشتیم، را میرفتیم، خوابیده داشتیم، سینخیز میرفتیم. آره سینخیز میرفتم. بعد که صدای اون خانم رو شنیدم داشت داد میزد کمک کمک، بچه هم تیر خورده کمکم کنین، برگشتم نگاش کردم، دیدم خون خانم دراز کشیده، یه بچه هم کوچیک بغلش تیر خورده. بعد رفتم سمتش، محمد طه بود بغلش، خودش و مادرش دراز که بعد اون دختر خانومی که الان عکسش همه جا پخش شده تو فضای مجازی، اون لب جدول دراز کشیده بود که گلوله بهش اصابت نکنه. بعد که رفتم سمت اون بچه، دیدم پاش تیر خورده، خیلی هم خون داره از پاش میره. اومدم یه جوری جلوی خون ریزیشو بگیرم، اول گفتم باید پیرنمو در بیارم که تو فیلم مشخصه پیرنم باز شده، پیرنمو خواستم درم ببندم. بعد که اون دختر خانم سرش آورد بالا داشت گریه میکرد، دیگه گفتم شالتو، شال عروس سرش برداشتم، پای محمد طه رو بستم، از بغل مادرش بلندش کردم، دویدم سمت نزدیکترین آمبولانسی که در مقر بود. داشتم میرفتم اون ور خیابون، برادر سپاه رو دیدم، محمد طه رو به اون سپردم، خودم برگشتم. آنکه توی عکس دیگه ای داریم که محمد طه رو تو دستش، دست اون بچه سپاه هم، یعنی رو انتظامی سپاه هم، بله. بچه رو به اون سپردم، خودم برگشتم واسه یه دختر 4 ساله دیگه ای بود اونجا، داشت گریه میکنم تو اونجا دراز کشه، اونم بلند کمک کردم رسوندم جای امن. و باز برگشتم واسه این دختری که الان عکسش پخش شده، اونم این همش در حین تیراندازی بود از پشت به من. آره مشتبا، تو اون فیلمی که الان داشتیم پخش میکردیم دارن فریاد میزنن که بخواب سرباز، بخواب سرباز. خیلی سخته تو این شرایطی که داد میزنم بخواب، شلیک دارم میکنم، بعد بیستی اینور اونور ببری ملت. من 4 بار این مسیر رو بگیم بودو بودو رفتم که این 4 نفر رو رد کردم از اونجا. درود به تو، خدا حفظت بکن.